سعید بهشتی، انفجار هفتم تیر و دموکراسی. بدون تردید یکی از غم‌انگیزترین و ناگوارترین رویدادهای بعد از انقلاب رویارویی میان نظام و مجاهدین بود. هرقدر در خصوص ابعاد لطماتی که این برخورد بر کل انقلاب وارد ساخت گفته شود، یقیناً سخنی به اغراق نرفته. شخصاً معتقدم که یکی از دلایلی که باعث کردید تا انقلاب از آرمان‌های دموکراتیک و آزادی خواهانش فاصله گرفته و به سیاست‌های رادیکال و خشن در قبال مخالفین و تحمل ناپذیری منتقدین و ناراضیان برود، رویارویی نظام با مجاهدین بود. ریشه دشمنی میان مجاهدین و اسلامگرایانی که رهبری انقلاب را به دست آورده بودند باز می‌گشت به سال‌های قبل از انقلاب. مجموعه از اختلاف نظرهای عقیدتی و علاوه کشمکش‌های سیاسی و برخوردهای اجتماعی در سال‌های قبل از انقلاب بالاخص میان مبارزین مسلمان درون زندان، شکاف عمیقی میان مجاهدین و سایر اسلامگرایان به وجود آورده بود. بعد از انقلاب آن اختلافات و دشمنی‌ها به واسطه رقابت‌های سیاسی بر سر قدرت عمیق‌تر و گسترده‌تر هم شدند. قبل از انقلاب و به واسطه مبارزه با رژیم محمد رضا شاه پهلوی آن دشمنی‌ها خیلی فرصت ظهور و بروز پیدا نکرده و همچون آتشی به زیر خاکستر پنهان مانده بودند. اما بعد از انقلاب آن آتش فوران کرد و هرچه بر سر راهش بود را با آتش کشید. انفجار هفتم تیر و انفجار نخست وزیری بخشی از آن فوران بود. مجاهدین ترور و بمب‌گذاری می کردند و نظام هم مثل برگ خزان آنان را اعدام می کرد. تا رسیدیم به فاجعه دردناک اعدام های سال 67. آیا امکان داشت که جلوی آن برخورد گرفته می شد؟ شاید. اما به جز مرحوم مهندس بازرگان و تا حدودی آیت الله طالقانی هیچ فرد دیگری در صدد جلوگیری از آن برخورد بر نیامد. فی الواقع هر دو طرف اگر نگفته باشیم چندان هم بیمیل به برخورد و تصفیه حساب‌های گذشته نبودند، دست کم هیچ تلاشی در جهت جلوگیری از برخورد به عمل نیاوردند. مطمئن از پیروزی، مجاهدین از همان ابتدای انقلاب به دنبال جمع‌آوری اسلحه و سازماندهی بودند. رقبای آنان هم که حالا به قدرت رسیده بودند، همانطور که گفتیم، هیچ تلاشی در جهت مصالحه و جلوگیری از برخورد با مجاهدین به عمل نیاوردند. برخوردها و درگیری‌های پراکنده در یکی دو سال نخست انقلاب سرانجام در خرداد سال 1360 تبدیل به جنگی تمام‌عیار شد. مجاهدین حجم گسترده‌ای از رهبران روحانی و غیر روحانی تا پاسداران و بسیجی‌های رده پایین را یا مستقیماً ترور می‌کردند و یا در نتیجه بمب‌گذاری به شهادت می‌رساندند. از جمله در جریان انفجار حزب جمهوری اسلامی در هفتم تیر ماه 1360 72 تن از رهبران حزبی را به شهادت رساندند. بسیاری از شهدا از مسئولین بلند پایه نظام بودند، از جمله مرحوم شهید بهشتی که در جایگاه ریاست قوه قضاییه قرار داشتند. دو ماه بعد و در شهریور ماه در جریان انفجار ساختمان نخست وزیری، محمد علی رجایی رئیس جمهور و حجت الاسلام محمد جواد باهنر نخست وزیر به شهادت رسیدند. نظام هم همانطور که گفتیم متقابلا همچون برگ خزان مجاهدین را اعدام می کرد. همانطور که بیشتر گفتیم کل آن برخورد دمار از روزگار دستاوردهای دموکراتیک انقلاب به در آورد.
از جمله می توان پرسید که اگر چهره هایی همچون شهید بهشتی، شهید مرتضی مطهری که به دست گروه اسلامگرای فرغان در اردیبهشت 58 ترور شدند یا شهید با هنر ترور نشده بودند، آیا ممکن بود سرنوشت دموکراسی بعد از انقلاب به گونه دیگری رقم می‌خورد؟ این پرسش از آنجا نشأت می‌گیرد که به خصوص بهشتی و مطهری توجه و تأکید زیادی بر روی آزادی و دموکراسی می‌کردند. شاید و فقط هم شاید اگر ایشان و مطهری از بین نرفته بودند، سرنوشت دموکراسی به گونه دیگری در می‌آمد و شاید هم هیچ تغییری به وجود نمی آمد و با بودن بهشتی و مطهری هم ما همان جایی می بودیم که امروز قرار داریم. واقعیت تلخ آن است که به استثنای مرحوم مهندس بازرگان، آیت الله طالقانی و آیت الله منتظری، هیچ یک از رهبران انقلابی بعد از رسیدن به قدرت کمترین و کوچکترین اهمیتی برای آزادی و دموکراسی قائل نشدند. ای بسا مرحوم بهشتی و مطهری هم مثل سایر رهبران انقلابی بعد از رسیدن به قدرت به واسطه مجموعه ای از ملاحظات از جمله حفظ نظام، مصالح کشور، باورهای دینی، اقتضاعات امنیتی و غیره، آزادی و دموکراسی را روانه بایگانی می کردند. صادق زیباکلام، 7 تیر 1402